از همون دوران همکاری با راجر کورمن یا حتی شاید قبل از اون کشت مرده فیلم زنانه بودم. فیلمی با زنی قهرمان در مرکز توجه، زنی در ورطه خطر، زنی که مأموریتی بر عهده دارد. اینها مضامینی بود که برای من چه به عنوان بیننده و چه به عنوان کارگردان جذابیت فوق‌العاده‌ای داشت از همون زمان تا همین الان. این جملات متعلق بود به جاناتان دمی، تهیه کننده، فیلمنامه نویس و کارگردان آمریکایی. درباره چه اثری این جملات رو گفته؟ درباره شاهکار خودش، فیلم سکوت بره‌ها. به طور قطع این فیلم یکی از برترین فیلم‌های دهه 90 میلادیه که روی بسیاری از فیلم‌های بعد از خودش هم تأثیر بسزایی گذاشته. پیله‌های پروانه، صدای بره‌ها، FBI خون، بوفالو بیل، کلارنس استارلینگ و دکتر هانیبال لکتر و کلوزاپ‌های مخوف این دکتر، همه اینها از اجزای جدایی ناپذیر فیلم سکوت بره‌ها بودند. ما در این قسمت از سینما مورخ درباره یکی از تأثیرگذارترین و ترسناکترین فیلم‌های هیجانی روانشناختی تاریخ سینما صحبت خواهیم کرد، سکوت بره‌ها. و سوال: داستان فیلم سکوت بره‌ها چگونه خلق شد؟ چطور این فیلم ساخته شد و چه اتفاقات عجیبی در تاریخ و روند ساختش اتفاق افتاد؟ در دقایق آتی به این سوالات جذاب و با فکت جواب خواهیم داد. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا سینما مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی تیم مورخ، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی میکنیم. اول سایت IMDB، دوم کتاب سکوت بره‌ها نوشته ایوون تاسکر و سوم رمان سکوت بره‌ها نوشته توماس هریس و در نهایت چهارم مستندهای موجود از فیلم سکوت بره‌ها که در تمام این سالها ساخته شد و از رسانه‌های مختلف و البته معتبر پخش شد. حالا بریم در دل داستان. خب پیش از شروع کوتاه یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. تیم مورخ به مثال سال گذشته ویژه برنامه‌ای خواهد داشت برای نوروز 1403. این ویژه برنامه به کمک شما ساخته خواهد شد و شما مهم خواهید بود. لطفاً برای ما ویدیو ارسال بکنید و در اون اگر سوالی دارید از تیم بپرسید، اگر دوست دارید سال نو رو تبریک بگید، اگر دوست دارید به یادگار بمونه اصلا کلام شما یا نقد و نظری دارید، لطفاً برای ما ارسال بکنید. ولی دو نکته داره این ویدیو. یک، به صورت افقی بگیرید دوربین موبایلتون رو، و دو، لطفاً کوتاه باشه که ما بتونیم همه دوستان رو در این ویژه برنامه داشته باشیم. از طریق آیدی تلگرام مورخ @مورخ_ادمین ما پذیرای ویدیوهای شما خواهیم بود. امید که یک ویژه برنامه بی‌نظیر به یادگار بماند با کمک شما. حالا بریم در دل داستان. قبل از شروع به این نکته اشاره کنم که سکوت بره‌ها جزو فیلم‌های هیجانی به حساب میاد که بیشتر به عنوان تریلر ازش یاد میشه. و چیه این تریلر؟ توی این ژانرها به طور معمول عناصر تعلیق، راز و رمز و وحشت رو با هم ترکیب میکنن. از زیر ژانرها یا زیر مجموعه هاش هم، در واقع زیر مجموعه های فرعیش، میشه به ژانر وحشت اشاره کرد. ژانر وحشتی که البته مخاطبان این بار صرفا نوجوان ها نیستن، بلکه بزرگ سالان رو هم شدیداً به چالش میکشه و تحت تأثیر قرار میده. حالا تمام این ویژگی ها یه طرف، سکوت بره ها علاوه بر اینها یک فیلم زنانه و البته پلیسی هم هست. این نکته ای بود که ترجیح دادم در ابتدا درباره صحبت بکنم و خاصیت های خاص سکوت بره ها رو خدمتتون عرض کنم. حالا دیگه واقعا بریم در دل داستان. سکوت بره‌ها و تاریخ و داستانش برمیگرده به آمریکای سده 20 میلادی و بعد از جنگ جهانی دوم.
هر روز خبرهای زیاد و مختلفی از قاتل‌های سریالی به گوش مردم آمریکا می‌رسید و وحشتی باور نکردنی رو در وجود مردم و جای جای این سرزمین پهناور به وجود می‌آورد. بدون شک این کشتارهایی که ازش صحبت می‌کنیم در اون دوران بر سینما و ادبیات هم طبعا تأثیر خودش رو گذاشته بود. حالا تو همین اوضاع احوال آقایی به نام توماس هریس، رمان نویس آمریکایی که قبل از این هم خبرنگار بود، یک رمانی رو با عنوان یک شنبه سیاه نوشت در سال 1975 و مضمونش هم چی بود؟ یک حمله تروریستی محوریت رمان بود و در واقع کل رمان بر اساس این مسئله بود. بعد از اون تجربهش آقای توماس هریس قصد داشت در رمان دومش بیاد قاتل‌های سریالی رو حالا به گونه موضوع محوری کتابش. چه کرد؟ اول یک رمانی نوشت به نام اژدهای سرخ و در این رمان جهان رو با شخصیت یک روانپزشک عجیب غریب به نام دکتر هانیبال لکتر معروف آشنا کردیشون. چه سال این کارو کرد؟ 1981 میلادی. و فیلم شکارچی انسان هم از روی این رمان ساخته شد. کارگردانش هم مایکل مان بود، مایکل مان معروف. اما به هر حال این فیلم خیلی مورد استقبال منتقدان و البته مردم و سینما دوستان قرار نگرفت. در ادامه توماس هریس از پای ننشست. بعد از اژدهای سرخ رمان بی‌نظیر سکوت بره‌ها رو نوشت در 1988 و از همون ابتدا هم معلوم بود که شاهکاری به زودی از این رمان خلق خواهد شد. توماس هریس داشت مینوشت، رمانش رو داشت مینوشت و از قصه قاتلین سریالی آمریکا هم داشت کمک میگرفت برای خلق داستان سکوت بره‌ها. مثالم بزنم از این قاتل‌های سریالی که توماس هریس نویسنده ازشون الگو برداری کرد در کتابش. ادگین یکی از اونهاست. چه میکرده؟ این آدم با پوست قربانیانش چیزای مختلف درست میکرده. یا تد باندی که زمانی که با قربانیاش مواجه میشده گویا ادا در میآورده و به ظاهر نشون میداده که دستش آسیب دیده، بیان کمکم کنید و قربانیانش رو شکار میکرده. بازم مثال بزنیم، گری هایدنیک که قربانیانش رو در نهایت مینداخته توی چاه و خیلی هم عجیب غریب بود عمل کرده این قاتل سریالی در آمریکا. به هر حال همه اینها و افرادی که اسم نیاوردم شده بودن الهام بخش یکی از قاتل‌های سریالی کتاب آقای توماس هریس. از کدومشون حرف میزنم؟ بوفالو بیل در سکوت بره‌ها. قاتل سریال دوم هم که همه میشناسیم، شخصیت جذاب و البته شرور هانیبال لکتر روانپزشک، که این شخصیت هانیبال لکتر عملاً یادآور شخصیت‌های ژانر وحشت سده 19 میلادی بود در سینمای هالیوود. مثال بزنیم فرانکشتاین، جکیل و هاید و حتی دراکولا. حالا اینا به کنار، آقای توماس هریس نویسنده بیش از هر چیزی علاقمند بود که کنار همه این جزئیاتی که ازش داشت استفاده می کرد و همه جریاناتی که داشت خلق می کرد، قاتلهایی که در کتابش داشت خلق می کرد، علاقمند بود یک جهان زنانه با محوریت یک زن قهرمان رو به نمایش بذاره در داستانش. و به همین جهت هم اومد یک شخصیت به نام کلاریس استارلینگ رو طراحی کرد که این شخصیت نماینده FBI بود، مامور FBI بود در قصه در کتاب آقای هریس، و این آدم هم زیر دست یک آدمی به نام جک کرافورد کار میکرد، یعنی رئیسش آقای جک کرافورد بود. این شد شخصیت‌های اصلی داستان توماس هریس، یعنی سکوت بره‌ها. انگار عوامل دست به دست هم داده بودند که سکوت بره‌ها خلق بشه. واقعا همون زمانی که توماس هریس داشت مینوشت کتاب سکوت بره‌ها رو، جین هکمن بازیگر معروف آمریکایی که به خاطر بازی در فیلم ارتباط فرانسوی اسکار هم گرفته بود، قبل از اینکه اصلا توماس هریس بیاد منتشر کنه کتاب رو، رفت امتیاز سکوت بره‌ها رو خرید با جاش، یعنی امتیاز اقتباس از این کتاب برای ساخت یک اثر بلند سینمایی رو خرید از نویسنده. بلافاصله هم که خرید امتیاز رو، رفت سراغ تد تالی، فیلمنامه نویس معروف آمریکایی، گفت آقا بیا از روی این اثر یه فیلمنامه خوب برای من بنویس. این تا اینجا.
اینم تو پرانتز عرض کنم که جین هکمن زمانی که رفت امتیاز کتاب رو خرید نه تنها علاقمند بود فیلمو کارگردانی کنه، بلکه بسیار علاقه داشت نقش هانیبال لکتر رو خودش بازی کنه. یه روایتی هست میگن اصلا به واسطه هانیبال لکتری که بازیش کنه رفت امتیاز رو خرید. بعد حالا بحث کارگردانی در ذهنش بود. نتیجه جین هکمن میره سراغ شرکت اوراین پیکچرز، که این شرکت اوراین پیکچرز فیلم‌های معروفی ساخته بود تا اون موقع، مثل رقصنده با گرگ‌ها بسیار معروف بود نسبتاً. خلاصه میره سراغ این شرکت، میگه آقا بیاین یه همچین داستانیه و شما بیایید تهیه کننده این کار باشید، امتیاز و پخشش هم در سراسر جهان برای شما. همه چیز داشته خوب پیش میرفته، اوراین پیکچرز پذیرفته بوده، تتالی داشته فیلم نامه رو مینوشته، کارگردانم که مشخص بوده، اما یهو جین هکمن یه روز میاد میگه که من نیستم. شرمنده میگن آقا ای چی شد تو که اینقدر علاقه داشتی؟ میگه نه دخترم این رمانو خونده، خیلی ترسیده، شب خوابش نبرده، گفته پر از خشونت ترس تا که من دوست ندارم بابایی داستانه، من نمیسازم قربونتون، امتیازم مال خودتون. یعنی با یک توافقی امتیازی که خریده بود از توماس هریس رو واگذار میکنه به شرکت اوراین پیکچرز و از پروژه کلن خارج میشه ایشون. تد تالیه فیلمنامه نویس اما بی خیال نمیشه، میگه من این پروژه رو شروع کردم، فیلمنامه رو شروع کردم تا تهش هم مینویسم. اوراین پیکچرز هم میگه بنویس قربونت، بنویس، تا مینویسی ما هم یک کارگردان خوب پیدا خواهیم کرد. سکوت بره ها باید ساخته شه. خب داستان انتخاب کارگردان، اوراین پیکچرز رفت سراغ یک کارگردانی که قبلا باش همکاری کرده بود در فیلم یک چیز وحشی، کاربلد، خوب و علاقمند بود که با این کار بکنه. و کی بود این آدم؟ جناب جاناتان دمی. بله میرم باش صحبت میکنم، میگن آقا داستان اینه، کتاب اینه، فیلمنامه نویسم تدی تالیه و خیلی کار جذابیه. آقای جاناتان دمی تا قبل از اون بیشتر کارهای اکشن و کمدی ساخته بود. بهش که پیشنهاد میکنن این کار رو، میگه آقا من خیلی راه دستم نیست دیگه، خیلی تو این فضا نساختم، شرمنده. اما مدیران اوراین پیکچرز میگن باشه نساز، ولی یه بار کتابو بخون، نخواستی رد کن دیگه. حله آقای دمی هم میگه باش، میخونه و به محض اینکه کتاب رو تموم میکنه میاد قرارداد میمنده. یعنی اینقدر تحت تأثیر شخصیت محوری داستان قرار میگیره که یک خانومه و اینقدر مجذوب داستان میشه در ادامه که میگه آقا حل خوراک خودم اینو خواهم ساخت، به هیچ که دیگه نگید، پیشنهاد ندید. یه روایتی هم داره تتالی فیلمنامه نویس در واقع سکوت بره‌ها، میگه یه جلسه ای گذاشتن بعد از اینکه قبول کرد جاناتان دمی که بیاد بسازه. تو اون جلسه دمی به من گفتش که بالاخره هر کارگردان دوست داره که یک فیلم ترسناک بسازه که مخاطب رو به شکل خیره کننده‌ای بترسونه. اون موقع هنوز جواب این سوال رو نمیدونستن که آیا سکوت بره‌هایی که خواهیم ساخت مخاطب رو به شکل خیره کننده‌ای میترسونه یا نه. جواب این سوال رو اما من و شما به میدانیم. موعظه‌اش با شما. خب بریم سراغ بازیگر. کارگردان انتخاب شد و شروع کرد انتخاب بازیگراشو. برای انتخاب نقش اول فیلم، نقش اصلی یعنی کلاریس استارلینگ، اون پلیس خانوم FBI، آقای تالی فیلمنامه نویس میگه آقا من تمام مدتی که داشتم مینوشتم فیلمنامه رو کلن تو ذهنم جودی فاستر میومد برای این نقش پلیس زن FBI، نقش اصلی فیلم. ضمن اینکه به هر حال جودی فاستر اون زمان یک ستاره شناخته شده بود، فیلمهای بزرگی مثل راننده تاکسی رو بازی کرده بود و خوبم بود واقعا، اسکار هم گرفته بود برای فیلم متهم، اسکار بهترین بازیگر زن رو جودی فاستر گرفته بود قبل از سکوت بره‌ها. اما آقای جاناتان دمی کارگردان بیشتر گویا تو ذهنش این بوده که با میشل فایفر بره ببنده، که قبل از اون توی فیلم‌های صورت زخمی و پیکرهای شگفت‌انگیز بازی کرده بود، دوست داشت با اون همکاری کنه. تو ذهنش این بود که این بهتره و به هر حال نظر کارگردان هم همیشه ارجحیت داره. نتیجه میرن سراغ میشل فایفر، میگن داستان اینه، بیا بازی کن سکوت بره‌ها رو. اما خانم فایفر
رد میکنه کار رو. چرا؟ میگه این فیلم بیش از حد سیاه و مخوفه. من نیستم قربونتون، خسته نباشین پاجزتون. نتیجه برمیگردن سراغ گزینه اول، همون خانم جودی فاستر. یک جلسه با فاستر میذارن، گپ و گفت میکنن. خانم فاستر خودش میگه من خوندم یه مقدار از فیلمنامه رو و همون اول جذب باهوش بودن، قوی بودن این کاراکتر شدم، کاراکتر کلاریسی که به من پیشنهاد شده بود بازی بکنم. در واقع به نظر خانم فاستر کاراکتر کلاریس داشت نوع جدیدی از یک قهرمان زن رو در این فیلم به نمایش میذاشت و گذاشت. در نهایت خانم فاستر جذب همینا شد، قرارداد رو بست. پس نقش اول زن تقدیم شد به خانم جودی فاستر در سکوت بره‌ها. بریم سراغ نقش بعدی و نقش عجیب غریب بعدی در واقع. هانیبال لکتر، دکتر هانیبال لکتر معروف. جاناتان دمی کارگردان اولش خیلی دوست داشت شان کانری، تو پرانتز عرض بکنم شان کانری باید بگیم که مصطلحش در زبان فارسی در سالیان اخیر شده شان کانری. به هر حال خیلی جاناتان دمی دوست داشت شان کانری بازی بکنه. چرا؟ بیشتر تحت تاثیر فیلم‌های جیمز باند شان کانری قرار گرفته بود و بسیار میشناخت این آدم. خوب توانمندم بود انصافا، از اون بر بسیارم محبوب بود، یعنی گیشرم تکون میداد. هم جذابیت داشت، یک مرد جذاب بود، مرد جذاب سینما، هم توانمندیش در بازیش، جیمز باند هم بذاریم کنارش، گزینه بسیار مناسبی بود. اما آقای کانری زیاد نتونست با شخصیت هانیبال لکتر ارتباط برقرار کنه و گفت من نیستم. یه جورایی مثل همون خانم میشل فایفر گفت من نیستم، فضا خیلی تاریک و فلان و اینها، شرمنده خسته نباشید با اجازه. نتیجه آقای جاناتان دمی پا میشه میشینه پرواز میره کجا؟ لندن، که چه کنه؟ شخصا و حضورا با آنتونی هاپکینز بزرگ ملاقات کنه. البته که قبل از این ملاقات فیلمنامه رو برای هاپکینز فرستاده بودن و اینم جالبه بگم، آقای هاپکینز در برخورد اولش با فیلمنامه، با اسم فیلمنامه، ایدش این بوده که قراره یه کار برنامه کودکی باشه دیگه، مخاطباش کودک نوجوانن. بنده در قسمت قبلی زندگی نامه جناب آنتونی هاپکینز بزرگ این رو مفصل عرض کردم داستانش رو که چی شد و چه گفت به مدیر برنامه‌اش، خیلی جذابه، پیشنهاد می‌کنم اون قسمت رو ببینید، بشنوید از سینما مورخ بسیار مکمل جذابیست. به هر حال اول فکر میکنه داستان اینه و کلا میگه من نیستم برو بابا، بعد حالا اتفاقاتی میفته، بالا پایین های زیادی داره، قبول میکنه در نهایت. تو اون جلسه ای که میذاره با جاناتان دمی در لندن، آقای دمی به هاپکینز میگه که من عاشق بازی شما شدم توی فیلم مرد فیل نما. چی بود این فیلم؟ آقای دیوید لینچ ساخت دیگه، مرد فیل نما، بسیار هم فیلم محبوب و معروفی است. میگه من اون کاراکتر دکتری که بازی کردی در اون فیلمو خیلی باش حال کردم. هاپکینز میگه آقا جان حال کردی، خیلی ممنونم، ولی اون کاراکتر مرد فیل نما دکتر بود ولی مثبت بود، این هانیبال لکتر که عزیز من این عجیب منفیه. جاناتان دمی یک حرفی زده به یادگار و بارها نقل قول کرده به هاپکینز، میگه که اتفاقا دکتر هانیبال لکتر آدم خوبی است، اما انسانی است خوب که در یک ذهن بیمار زندانی شده. در نهایت بعد از تمام بالا و پایین ها و این جلسه، آنتونی هاپکینز بزرگ قبول میکنه، قرارداد امضا میشه و نقش اصلی مرد سکوت بره‌ها تقدیم میشود به آنتونی هاپکینز. یه نقشی در سکوت بره‌ها بود به نام کاترین که دختر سناتور بود، آخرین زندانی بوفالو بیل بود، اون قاتل سریالی که ما در فیلم می‌بینیم. آقای جاناتان دمی از دختران جوان بسیاری تست می‌گیره برای انتخاب نقش که در نهایت بروک اسمیت رو انتخاب می‌کنه و جالبه انتخابش می‌کنه، میگه توانمندیاش خیلی خوبه ولی باید حدود 11-12 کیلو وزن اضافه کنی.
شاید خانم اسمیت رو خیلی ها امروز به واسطه ایفای نقشش در سریال معروف گریس آناتومی بشناسن. به هر حال بزرگترین ویژگی اسمیت در ایفای نقش کاترین در سکوت بره‌ها به نمایش گذاشتن همزمان ترس و جسارت بود. این کار هر کسی نبود. به همین واسطه جاناتان دمی کلی تست گرفت تا برسه به این آدم. اینم نقش بعدی. از جک کرافورد هم صحبت بکنیم. کی بود جک کرافورد؟ رئیس پلیس خانومی بود که در سکوت بره‌ها بازی میکرد. رئیس پلیس بود. هم در رمان و هم در فیلم نقش بسیار پررنگی داره. و کی انتخاب شد برای کار؟ اسکات گلن. و داستان انتخابش هم جالبه. آقای جاناتان دمی کارگردان مدت ها دنبال بازیگر بوده برای جک کرافورد، کلی هم تست گرفته بوده، اونی که به دلش بشینه رو پیدا نکرده بوده. یه روز پامیشه بری تئاتری ببینه در لس آنجلس، اسکات گلن روی صحنه بازی میکرده و همونجا جاناتان دمی با خودش میگه اینم جک کرافورد. اینم از بازیگر بعدی. یکی دیگه از نقش‌های مهم فیلم بوفالو بیل. این نقش چطور انتخاب شد؟ باز هم در صحنه تئاتر انتخاب شد. باز جاناتان دمی رفته بود یک تئاتری ببینه. بسیار تئاتری بوده آقای جاناتان دمی، کلی هم تست گذاشته بود، آدمش پیدا نکرده بود. میره تئاتری ببینه و اونجا کی رو میبینه؟ تد لوین رو میبینه که روی صحنه خوش رقصی میکنه و باز با خودش میگه اینم بوفالو بیل من. یعنی تد لوین به واسطه بازی در کار صندلی رحمت، اسم تئاتری که بازی میکرد صندلی رحمت بود، به واسطه بازی در صندلی رحمت وارد تیم سکوت بره‌ها شد. اینم تو پرانتز اضافه بکنم، آقای لوین برای اینکه نقشش خوب در بیاره، کاراکتر رو خوب در بیاره، میره زندگی دو قاتل سریالی ادگین و جری برودوز رو میخونه، از اونها الهام میگیره که بتونه نقش رو خوب در بیاره. این ادگین جز به همون قاتلانی بود که نویسنده کتاب توماس هریس هم ازش الهام گرفته بود. به هر حال تد لوین هم میره از اینها الهام میگیره، شخصیت رو در میاره، اما چالشاش بیش از این حرف هاست. در ادامه درباره صحبت خواهیم کرد. در نهایت بازیگران انتخاب شدند و تیم وارد دوران ساخت و تولید شد. جاناتان دمی شروع کرد سفر کردن به مکانهای مختلف که لوکیشن خوب پیدا بکنه که بتونه تصویر شهرهای تنسی، واشنگتن و ویرجینیای غربی رو که همشون توی رمان توماس هریس ازشون نام برده شده و توی فیلم نام هم اومده، تتالی هم توی فیلم نام آورده، بتونه اینها رو پیدا بکنه، جاهای مناسبی رو پیدا بکنه که بتونه این تصاویر رو به نحو احسن به نمایش بذاره. در نهایت آقای جاناتان دمی شهر پیستبورگ در ایالت پنسیلوانیا رو انتخاب میکنه برای فیلم برداری. چرا؟ این شهر پیستبورگ هم دشتهای زیادی داره، هم رودهای فراوون، کلی هم موزه و یادبود و لوکیشن های خاص داره. این شهر پیتسبورگ قشنگ راست کار جاناتان دمی و سکوت بره‌ها بوده. برای قسمت های اف بی آی فیلم هم جاناتان دمی رفت کوانتیکو توی واشنگتن دی سی، اونجا فیلم برداری کرد و انصافا هم گویا در واقع به گفته عوامل فیلم، اف بی آی واقعا مشتاقانه با عوامل و کلا سکوت بره‌ها همکاری کرده که شده نتیجه اون چیزی که می‌بینیم. مثلا خانم جودی فاستر چند هفته براش آموزش می‌ذاره اف بی آی توی همون کوانتیکو، هم آداب مأمور بودن، هم یه سری حرکات رزمی و چیزهایی از این دست. یه نکته هم عرض بکنم، شخصیت جک کرافورد چه در رمانی که توماس هریس نوشت چه در فیلمنامه یک الهام واقعی هم داشته. یعنی هم توماس هریس هم فیلمنامه نویس الهام یکسان داشتن واقعی، از شخصیت مدیر مرکز روانشناسی اف بی آی آقای جان داگلاس الهام گرفتند برای جک کرافوردی که ما در فیلم میبینیم و در رمان میخونیم. آقای داگلاس زمان پیش تولید اصلا پامیشه میاد سراغ تد لوین بازیگر نقش بوفالو بیل، شروع میکنه بهش اطلاعات دادن، آموزش دادن در خصوص چی؟ درباره قاتلان سریالی آمریکایی. چرا؟ در واقعیت کارش این بوده، مدیر مرکز رفتارشناسی اف بی آی بوده. در واقع بسیار کمک میکنه به تد لوین، به هاپکینز، تقریبا به همه بازیگران اصلی این آدم خیلی کمک میکنه. رد پای این آدم هم در کتاب هست، هم در فیلمنامه و هم در پشت صحنه سکوت بره‌ها.
یکی از قسمت‌های جذاب و انکار ناپذیر در واقع سکوت بره‌ها چیه؟ طراحی صحنه و طراحی لباس این فیلم، حالا طراحی نور واقعا بی‌نظیره، واقعا تأثیر همه چیز رو بیشتر کرده روی مخاطب. بذارید مثال بزنیم، نور پردازی بالا سر دکتر هانیبال لکتر، یعنی اون نوری که از بالا سر میدادن با آنتونی هاپکینز زمان فیلم برداری، باعث چی میشد؟ این شخصیت وقتی حرف میزد، فارغ از توانمندی‌های بی‌نظیر هاپکینز، این شخصیت وقتی حرف میزد مخوف‌تر به نظر می‌رسید. در واقع این چیزهای کوچک در طراحی صحنه و لباس و نور بسیار کمک شایانی کرد به کیفیت فیلم و تاثیرگذاریش. یه مثال دیگه بزنم، اون مخفیگاه سلول لکتر جوری طراحی شده که قشنگ یادآور خونه‌های قدیمی و تاریک و دالون‌های مسدود و یه همچین چیزاییه، یعنی خالی بدون موسیقی، بدون دیالوگ، بدون هیچی، ما فقط در تصویر همچین چیزی ببینیم میترسیم دیگه، چه برسه به اون دیالوگ‌ها و داستان‌ها و موسیقی و غیره. این اجازه بدید بیشتر بازش کنیم. حیفه، از کجا دارم صحبت میکنم؟ همین دالون‌های تاریک، همون جایی که کلاریس برای رسیدن به هانیبال لکتر مجبور میشه بره تو این تونل طولانی و عملاً پروحشت. چقدر اون صحنه ها تاثیرگذاره و وحشت آفرینه، یه جورایی تداعی کننده رمان های سبک گوتیک بود عملاً این طراحی صحنه و طراحی لباس. یا بذارید یه مقدار ریزبینانه تر نگاه بکنیم به همین طراحی صحنه، توی اون سکانس های بیمارستان روانی که ساخته شده برای جنایتکاران در فیلم، اومدن به جای استفاده از میله های زندان از شیشه استفاده کردن، گرچه تو کتاب خود توماس هریس هم همینه، یعنی سلول هانیبال لکتر دقیقا میله نداره، شیشه است. حالا این طراحی چه تأثیری در فیلم و مخاطب داره؟ شما اون صحنه هایی که کلاریس و هانیبال لکتر دارن با هم صحبت میکنن و نگاه کن، فرض کن میله های زندان بود تا اینکه کلن یه شیشه و چی دیگه، چش تو چش، چقدر متفاوته؟ واقعا تأثیرش عجیب غریبه و اینه تأثیرگذاری طراحی صحنه، طراحان لباس، نور و از اینجور حرفا. از طراحی لباس کمی صحبت کنیم. البته به پیشنهاد خود هاپکینز هم بوده این نکته که میخوام عرض بکنم. برای لباس هانیبال لکتر توی اون سکانس انتقالش به زندان، میان به جای لباس زرد و نارنجی که حالا زندانیان آمریکایی به تن میکنن، از لباس سفید استفاده میکنن. شما همین تغییر دقت بفرمایید چقدر ترس و بیشتر کرده که این چیه که لباسش اینه و این کیه، چیکار کرده لباسش این شکلیه و چرا این کارو میکنن. این قسمت نظر آنتونی هاپکینز بوده. هاپکینز میگه یه ترس عمومی از دندانپزشکا وجود داره در انسان‌ها و لباس سفیدشون. هممون داریم وقتی میریم دندانپزشکی، شاید با درد مشکل نداشته باشیم، ولی یه ترس ریزی داریم. خیلیا معتقدن به واسطه اینه که نمیبینیم داره چه اتفاقی میفته، یا جنس دردی که در واقع داریم حس میکنیم وحشت آفرینه. به هر حال هاپکینز میگه چون دندانپزشکا تو ذهن اغلب مردم ترسناکن، لباسشون هم سفیده، لباس اینو سفید کنیم. طراحان صحنه میگن بابا تو دیگه کی هستی؟ و دیدیم چه شد. یه مثال دیگه از پشت صحنه های این فیلم بزنم. میان برای صحنه فرار هانیبال لکتر، یعنی سکانس فرار دکتر، چه میکنن و در واقع اون نشون دادن قتلاش، از نقاشی های فرانسیس بیکن الهام میگیرن. یه بار با این دید حالا نگاه بکنیم اون جسد نگهبان ها رو، مثلا نگاه بکنیم، عیناً انگار نقاشی های بیکن رو ما داریم تو فیلم میبینیم. در واقع میخوام به این برسم، زمان یک فیلم درخشان میشه که تمام عواملش درخشان، فکر میکنن، عمل میکنن، طوفان فکر ایجاد میکنن، و سکوت بره‌ها هم یکی از این فیلم های درخشان تاریخ سینماست. قطعاً یکی از بخش‌های دیگر جذاب و انکار ناپذیر فیلم سکوت بره‌ها و در واقع یکی از بخش‌های آیکونیک فیلم، استفاده بی‌نظیر از یک اکسسوار، اون ماسکیه که هانیبال لکتر میزنه تو فیلم. حالا داستان چیه؟ طراحان لباس سکوت بره‌ها برای اینکه برسن به فرم نهایی اون ماسکی که می‌بینیم، میان کلی ماسک طراحی می‌کنن، امتحان می‌کنن، رنگ‌های مختلف، شکل‌های مختلف، تا در نهایت می‌رسن به اون ماسکی که در فیلم می‌بینیم. و اینم نبوده که خودشون با خودشون طراحی کنن، هی اتود میکردن با بازیگر، کارگردان ببینه، حتی فیلمنامه نویس ببینه، هر آن کس که صاحب ایده و تجربه و آگاهیه بیاد ببینه، نظر بده اصلا. به همین راحتی نبوده. بعد از همه اینها میرسن به اون ماسکی که همینجوری در ذهن همه موند.
از اون ور برای اینکه ماسک فیت آنتونی هاپکینز باشه میان قالب میگیرن کل صورت و سر آنتونی هاپکینز رو با فوم پر میکنن، کامل سر رو در میارن با تمام فرو رفتگی ها و قشنگ اون ماسکر رو جوری میسازن که فیت صورت و دهن آنتونی هاپکینز باشه با تمام اون اجزایی که داره، محافظ دهن و اون میله ها و اینها. در نهایت آنتونی هاپکینز زد ماسک رو به آتش کشید. خب از طراحی لباس و صحنه های مربوط به دکتر لکتر صحبت کردیم، اما جالب اینم عرض کنم طراحان صحنه و لباس برای شخصیت بوفالو بیلم کم نذاشتن، ترکوندن واقعا بی‌نظیر بوده. اون خونه بوفالو بیل درسته کلن دو طبقه است توی فیلم، یعنی یه همکف داره یه زیر زمین دیگه، اما اینقدر مهم بوده که آقا باید کار جذاب بشه و تاثیرگذار. ما خونه رو اونجوری می‌بینیم، سکانس ها جداست در دو مکان جدا که هر کدوم تونه به شکل واحد نهایت جذابیت و تأثیر رو داشته باشه. مثلا سکانس هایی که تو طبقه همکف خونه بوفالو بیل میبینیم یه جا فیلم برداری شده، اونایی که زیر زمینه و اون چاه معروفی که قربانیانش رو مینداخت توش کلن یه جا دیگه است. یا به مسائل ریسترش برسیم، پا میشن میرن ادگین، اون قاتل سریالی که عرض کردم که الگو برداری شد ازش، هم فیلم نام نویس هم در واقع توماس هریس نویسنده کتاب، همه الگو برداری کردن. پا میشن طراحای صحنه زندگی این آدمه و چند تا قاتل دیگر رو زیر و رو میکنن، کل عکسا مستندات هر چی بوده رو پیدا میکنن. اینن آشپزخونه بوفالو بیل در فیلم سکوت بره ها خود آشپزخونه یه که این ادگین قاتل سریالی واقعی داشتتش زندگی میکرده. اون شکلی عکس‌ها اگه کجه، تو آشپزخونه ادگین کج بوده، صندلی اینجوری بوده اونجوری بوده، این بر کثیفه اون بر تمیزه واقعا همینجوری بوده زمانی که ادگین دستگیر شده. ادگین روزی در اون آشپزخونه لوبیا میخورده، تو زیر زمینش هم آدم میکشته. یه نکته جالب و مهمم یادم اومد، حیف رد نشیم، در واقع از این مسئله که به کوچکترین مسئله اهمیت میدادن رد نشیم. توی فیلم سکوت بره ها یه دونه پروانه یا یه دونه کرم ابریشم کشته نشده، قربانی نکردن که بیان بکنن اکسسوار صحنه. اون کرمای ابریشمی که میبینیم از ترکیب شکلات توتسی رول آمریکایی، یک برند آمریکایی هست، و پاستیل خرسی، از اینا ساختنش. در واقع میخوام اینو بگم که زمانی یک فیلم درخشان میشه که کوچکترین اجزای اون فیلم مهم باشه. خب از یک نکته مهم دیگه صحبت کنیم. تو سکوت بره ها کلن 4 تا سکانس مشترک وجود داره بین هاپکینز و جودی فاستر، یعنی پلیس زن قهرمان و دکتر هانیبال لکتر عجیب غریب و شرور. خود جاناتان دمی نظرش اینه که آقا این 4 تا سکانس قلب فیلم سکوت بره هاست، قلب اثر من این 4 تاست. چرا؟ دو طرف یک بازی خیره کننده به نمایش گذاشتن، واقعا مخاطب تحت تأثیر قرار بگیره و حیرت میکنه. جالب اینجاست که زمان فیلم برداری خود جودی فاستر واقعا میترسیده از هاپکینز. اولای کار سکوت بره ها آقای هاپکینز خودش به واسطه هویت بریتانیایی که داشته توی عوامل فیلم احساس غریبی میکرده، گرچه البته خودشون بعدا تعریف میکنن کم کم یخه آب شد با همه رفیق شدم، اما جودی فاستر بارها اینو گفته در مصاحبهاش که من اون ترسی که در چهرم میبینید در فیلم واقعا میترسیدم، یعنی شاید 20% بازیه 80% واقعیه میترسیدم. یه پشت صحنه جذاب بگم، اون صحنه که هانیبال لکتر به کلاریس میگه که جیگر قربانیمو خوردم با یه مقدار لوبیا و البته شراب و یهو یه صدای عجیب غریب از خودش در میاره، کل اون بداهاست، اصلا تو فیلمنامه نیست. و یک بار با این دید نگاه کنیم اون سکانسو، ترسی که یهو میاد توی جودی فاستر مشخصه، اصلا تو فیلمنامه نبوده با اون صدایی که در میاره. بعدن از هاپکینز میپرسن، میگه من یهو سر و صدایی که خزندگان موقع راه رفتن و خزیدن از خودشون در میارن اومد تو ذهنم، از اونا الهام گرفتم یهو آوردمش تو بازی، قشنگم شد، به نظرم مناسب بود. حتی اون مدل نگاه هانیبال لکتر، هاپکینز میگه اون رو هم از خزندگان الهام گرفتم، اون نگاه خاص و خیره‌ای که داره با
واقعا جودی فاستر از اونا میترسیدیم، یعنی ما هم بودیم میترسیدیم، باور بفرمایید. میگه به هر حال اون رو هم از خزندگان الهام گرفتم. در واقع نمیشه منکر شد که هاپکینز اومد اون شکوه و شرارت رو همزمان آورد در یک کاراکتر، خلقش کرد و الغاش کرد. هر چقدر فیلمنامه جذاب، داستان جذاب، بازیگر مقابل، طراحی صحنه، کارگردان، نور، هر چی جذاب، هاپکینز نبود هانیبال لکتر نمیشد. شما نگاه کنید به این نقش، یک آرامش و متانت رو در عین حال شرارت و خطرناک بودن رو با هم در لحظه ارائه میکنه. اون پلانهایی که چشاشو میبنده رو نگاه کنیم، واقعا بی نظیره. و همین توانمندی و همین خلق عجیب غریب هاپکینز رو رسوند به افتخاراتی که خب همه به میدانیم و در ادامه هم ازش صحبت خواهیم کرد. در ادامه نکات مهم و داستان و تاریخ ساخت سکوت بره‌ها، اجازه بدید به این نکته هم اشاره کنیم که نمیتونیم از کیفیت بالای فیلم سکوت بره‌ها حرف بزنیم و از تبحر و توانمندی جاناتان دمی کارگردان چیزی نگیم. دمی در زمان کارگردانی این فیلم با وجود اینکه داشته یک فیلم تریلر ترسناک هالیوودی می ساخته، اما میاد یه هوشمندی به کار میبره. تو عوامل، تو محیط کار میاد یک شادی ایجاد میکنه، یک صمیمیت، یک پویایی. مثالش آقای هاپکینز میگه اول میومدم غریبی میکردم، تو چند روز کلا یخم آب شد، با همه رفیق شدم. همه هم اینو میگن که پشت صحنه سکوت بره‌ها اصلا عشق و حال بود، همه حال میکردیم. یه جمله همیشگی داشت آقای جاناتان دمی به تمام عوامل، بازیگر، عوامل پشت صحنه، فیلم بردار، به همه میگفته سخت نگیر آقا جان، انجام میشه، آروم باش. به همین واسطه، همین آرامشی که به عواملش داد، خیلی ها معتقدند که آرامش پشت صحنه به کیفیت فیلم بسیار کمک کرد. حالا اینا به کنار، از مدیریت کارگردان عبور کنیم. ظرافت و دقت جاناتان دمی بی نظیره در فیلم سکوت بره‌ها. مثال بزنیم، با این نگاه یک بار سکوت بره‌ها رو نگاه کنید، علل خصوص زمانی که بوفالو بیل و هاپکینز رو میبینیم، یعنی هانیبال لکتر رو میبینیم. اغلب اومده کلوزاب گرفته یا اکستریم کلوزاب گرفته، بعد اومده کلوزاب گرفته به بازیگر گفته به لنز نگاه کن، به دوربین نگاه کن، الزام کرده این دو بازیگر رو. غیر از کلاریس، تنها شخصیتی که به دوربین نگاه نمیکنه مستقیم کلاریسه که به خارج از لنز نگاه میکنه معمولا، و این بیدلیل هم نیست. اومده این کارو کرده، این تفاوت رو ایجاد کرده که بیاد نقطه نگاه کلاریس رو در فیلم ببره بالا، یه تفاوت جدی ایجاد بکنه. آقای جاناتان دمی، بعد نیست این رو بگم، از همون دوران جوانیش ارادت خاصی داشته به سینمای هیچکاک. برای همینم هم میاد توی سکوت بره‌ها و بازنمایی شخصیت بوفالو بیل، عملا از شخصیت قاتلان سریالی معروف در دنیای سینما از اونها استفاده میکنه. مثلا نورمن بیتس میاد از این شخصیت استفاده میکنه، جاناتان دمی، شخصیتی که در فیلم روانی آقای هیچکاک بود، استاد سینما. یا به وضوح ردپای ربکا رو میبینیم، شاهکار دیگری از آقای هیچکاک، که اونجا هم باز داستان فیلم بر محوریت یک زن بود، قهرمان داستان یک خانوم بود. در نهایت بذارید خلاصه کنیم، جاناتان دمی رو هم مدیریت جذاب داشته، هم توانمندی داشته، هم خب الگوهای بسیار خوبی داشته، از همه مهمتر همه اینا رو اومده درست ترکیب کرده در زمانه خودش و برای مخاطب خودش، و یک تریلر وحشتناکی ایجاد کرده که نظیر نداره. با تمام فراز و فرودها در نهایت فیلم برداری تمام میشه، تدوین شروع و به پایان میرسه، و کل هزینه هم چقدر میشه؟ کل بودجه فیلم، ساخت فیلم چقدر بوده؟ حدود 22 میلیون دلار میشه هزینه فیلم. در واقع میشه گفت سکوت بره‌ها جزو آثار پرخرج هالیوود هم نبوده زمان ساختش. و اینم جالب عرض کنم، کی اکران میکنن سکوت بره‌ها رو؟ 14 فوریه 1991، یعنی دقیقاً روز ولنتاین اکران میکنن. چیکار در ظاهر وقتی به داستان نگاه میکنیم واقعا ریسکه بیا یک تریلر وحشتناک رو روز ولنتاین اکران بکنی، اما این ریسک رو میکنن. کل عوامل مخصوصا تهیه کننده این کار رو میکنه، و این فیلم تو یک هفته کل حدود 22 میلیون دلار رو در میاره. 5 هفته متوالی صدر جدول باکس آفیس بوده سکوت بره‌ها بعد از اکرانش، و در زمان خودش تبدیل میشه به یکی از پرفروشترین فیلم های هالیوود. چقدر کلن فروخته؟ حدودن کمی حالا بالا پایین داره 130 میلیون دلار اون زمان میفروشه. واویلا،
و در کنار فروش عجیب غریبش 22 میلیون گذاشتن 130 میلیون دلار فروختن. در کنار این فروش افتخارات بسیاری هم کسب کرد. سکوت برنامه. منتقدان سکوت بره ها رو عرض کردم یک تریلر روانشناختی و هولناک میدونن و از این فیلم به عنوان ترسناک ترین فیلم سال یاد میکنن زمانی که این فیلم اکران میشه. تأثیر سکوت بره ها به حدی بوده که تا مدت ها عکس آنتونی هاپکینز روی مجلات بوده، تا حدود یک سال عکس اول مجله ها بوده، یا توی بلوار سانست لس آنجلس که خود هاپکینز اصلا خاطره داره که آرزو داشتم عکس من توی این بلوار باشه و الان ببین چقدر هست به رانندش میگه. این خاطراتشو بنده در قسمت قبلی زندگی خود آنتونی هاپکینز مفصل درباره‌اش صحبت کردم. پیشنهاد میکنم حتما ببینید، بشنوید از سینما مورخ. به هر حال از تأثیرات و افتخارات فیلم بیشتر صحبت کنیم. شب اهدای جوایز اسکار 1992 بیلی کریستال رو با گریم هانیبال لکتر روانپزشک معروف سکوت بره‌ها با یه ماسک هاکی سواره چیز چرخدار، یک وسیله چرخداری میکنن، میارنش برای اجرای اسکار. اینقدر تاثیرگذار بوده سکوت بره‌ها با گریم نقش اون فیلم، فارغ از اینکه تمام فیلم‌های مهم حضور داشتن اون سال، خیلی هم اجراش به یاد موندنی شد در اسکار. در نهایت اون شب شد یک شب به یاد ماندنی برای سکوت بره‌ها و عواملش. در 7 رشته نامزد اسکار بودند عوامل سکوت بره‌ها و اون شب با 5 جایزه اسکار سالن رو ترک کردند. آقای جاناتان دمی برای بهترین کارگردانی، آقای آنتونی هاپکینز بزرگ برای بهترین بازیگری مرد، خانم جودی فاستر برای بهترین بازیگر زن، تد تالی برای بهترین فیلمنامه اقتباسی و جایزه بهترین فیلم برای تهیه کنندگان فیلم سکوت بره‌ها. در نهایت سکوت بره‌ها تبدیل شد به سومین فیلم در تاریخ سینما که 5 جایزه اسکار رو یه جا تو یک شب برداشت برد خونه‌شون. قبل از اینم بگم بد نیست، قبل از سکوت بره‌ها در یک شب اتفاق افتاد به کارگردانی فرانک کاپرا و فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته که میلوش فورمن ساخت. اینها تونسته بودن در یک شب 5 جایزه اسکار ببرن. از نویسنده کتابم بد نیست یاد بکنیم، توماس هریس نویسنده، به محض اینکه میشنوه 5 اسکار برد سکوت بره‌ها، برای هر 5 برنده اسکار فیلم نفری یک شراب ارسال میکنه و بهشون تبریک میگه و به نوعی ازشون تشکر میکنه. بعد از اون شب اسکار، بعد از اون اکران به یاد موندنی، بعد از اون فروش بسیار، جودی فاستر بارها و بارها از سکوت بره‌ها به عنوان بهترین فیلم خودش در کارنامه هنریش یاد کرده. به این هم باید اشاره کنیم که با وجود اینکه سکوت بره‌ها جوایز بسیاری گرفت و نظر منتقدان و مخاطبان رو به خودش جلب کرد، اما نکاتی وجود داره که این جوایز رو خاص‌تر و ارزشمندتر می‌کنه. مثال بزنیم، در 2 ساعت فیلم، در واقع در 120 دقیقه فیلم سکوت بره‌ها، آقای هاپکینز کلن 24 دقیقه حضور داره. من در قسمت قبل حدوداً گفتم 16 دقیقه، سکانساش با جودی فاستر رو فقط گفتم. این اولین رکورد هاپکینزه تو یک فیلم با کمترین حضور اسکار گرفت. بعدها هاپکینز یک مصاحبه‌ای هم داره، میگه من اصلا فکرشم نمی‌کردم، یعنی حساب نمی‌کردم کاندید شم، چه برسه به اینکه جایزه ببرم، همینجوری رفتم اون شب. خب به نکات ناگفته سکوت بره‌ها هم اشاره کنیم. تد تالی جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی رو برد دیگه، اما در اقتباس از کتاب برای فیلمنامه تغییرات زیادی داده بود گویا. گرچه اینم تو پرانتز عرض بکنم، قبلا هم عرض کردم همیشه این مسئله وجود داشته و خیلی وقتا هم اختلاف ایجاد کرده بین نویسنده کتاب و فیلمنامه نویس. این نویسنده شاکیه چرا تغییر دادید، هر کدومم به نوعی حق دارن، بحث مفصلی است، ولی به طور کلی همیشه در تاریخ سینما وجود داشته.
یکی از نکات کلیدی کتاب توماس هریس، رمان توماس هریس این بود که تمامی کاراکترها به طور مساوی در داستان سهم داشتن، یا اون شخصیت کلاریس در رمان توماس هریس نه تنها شخصیت قهرمان و قوی نبود اونطور که ما در فیلم دیدیم، بلکه به مراتب خیلی شخصیت زود رنج و خیلی عصبی طور بود، خیلی زود عصبانی میشد در واقع کتابی که نوشته شده. ما در فیلم این رو نمیبینیم، شخصیت آرام و قهرمانی رو میبینیم. توی رمان توماس هریس در واقع در متن اصلی این شخصیت کلاریس پلیس زن خیلی اتفاقا تکیه میکنه به جک کرافورد، یعنی رئیسش، اون رئیس پلیسه که در فیلم اسکات گلن نقشش رو بازی کرد، خیلی به اون تکیه میکنه. در واقع در رمان، در داستان توماس هریس، جک کرافورد خیلی شخصیت مهمتریه در پلیس ها توی عوامل FBI. حتی کسی که مخفیگاه بوفالو بیل رو پیدا میکنه جک کرافورد در رمان توماس هریس، اما در فیلمنامه خب به این شکل نیست دیگه. در خود فیلم سکوت بره ها خیلی کم رنگ شده جک کرافورد، یه جورایی تمام سلحشوری های جک کرافورد در رمان وقتی میایم توی فیلمنامه از اون گرفته شده، داده شده به شخصیت کلاریس، قهرمان زن سکوت بره ها. گرچه هیچ کدوم از این تغییراتی که ازش صحبت میکنیم، مثال هایی که زدم و مثال هایی که وقت نمیشه بزنم، به بستر فیلم و فیلمنامه هیچ وقت لطمه نزد، اما خیلی ها معتقدند که یک تغییر وجود داشت که نویسنده و فیلمنامه نویس سرش اختلاف دارن و اون یه مقدار آسیب زد به بستر فیلم و فیلمنامه. یک موضوع مهم در واقع. کدوم موضوع رو عرض میکنم؟ یک فاصله موسیقایی بگیریم و برگردیم و خدمتتون مفصل توضیح بدم. تو دهه 70 میلادی جنبش‌های مختلف زیادی مثل جنبش حمایت از سیاه‌پوستان یا جنبش حمایت از همجنسگرایان یا جنبش معروف فمینیست‌ها، اینها شروع کردن نقد آثار هنری زمانشون. خود همین سکوت بره‌ها درسته یک فیلم زنانه است در واقع و یک قهرمان زن داره که خب فمینیست‌ها طبیعتاً خوششون میاد، اما عدم توجه به جامعه همجنسگراها در این فیلم و ترنس‌ها البته، یا یه جورایی بد جلوه دادن اونها، حتی توسط کی؟ توسط کاراکتر بوفالو بیل، عرض کردم قاتل بود دیگه. اینا باعث شد خیلی ها خشمگین شن، اصلا بسیاری از مردم و تماشاچیان یا حتی خیلی از منتقدین خشمگین شدن، چه زمان اکران سکوت بره ها و چه زمان جایزه گرفتنش. اون 5 تا اسکار کلی اعتراض شد که آقا چرا جایزه دارید میدید، همجنسگراها رو بد جلوه داده و و و. حالا چرا این عرض میکنم؟ وقتی رمان توماس هریس رو میخونیم، رمان سکوت بره ها رو میخونیم، اصلا اینو نمیبینیم که نویسنده اشاره کرده باشه که بوفالو بیل ترنس یا یک همجنسگراست. اصلا همچین چیزی نیست، ننوشته. توی رمان بوفالو بیل صرفا تلاش داره میکنه که از خودش یک ورژن بهتری ایجاد بکنه، در واقع یک ورژن بهتری نسبت به مادرش ایجاد بکنه، همین، بیشتر از این نیست. اصلا صحبت ترنس بودن و همجنسگرا بودن نیست، این تعبیریه که فیلمنامه نویس داره و تغییریه که فیلمنامه نویس داده. ملت هم خب شاکی شدن و حق داشتن. اون زمان این تغییری که داده شد به فیلمنامه اضافه شد و عملا در کارگردانی جاناتان دمی هم دیده شد، یه جورایی به هر حال درش دمید با پلان‌ها و سکانس‌هایی که طراحی کرد. نتیجه چی شد؟ گفتن سکوت بره‌ها یک اثر کاملا ضد همجنسگراییه، این چه وضعشه، بریزیم تو خیابون شروع کنیم مثلا شلوغ کردن که چرا اسکار گرفت. تا حدی داستان پیش رفت که تد لوین، بازیگر کاراکتر بوفالو بیل، بارها اومد عذرخواهی کرد و علل خصوص از همجنسگراها عذرخواهی کرد، گفت آقا من شرمندم، بازیگرم چه میدونستم. سالهای منده خدا تلاش کرد بعد از سکوت بره‌ها که اون وجهه از دست رفتشو به دست بیاره. یک وجهه متعارف داشت تد لوین در جهان سینما و سالها بعد از سکوت بره‌ها تلاش کرد که دوباره همون چهره رو احیا کنه. این اون نکته‌ای بود که فیلمنامه نویس تغییر داد و اوضاع خراب شد. با تمام این مسائل، با تمام این توصیفات و بالا و پایین ها، یک مسئله غیر قابل انکاره.
و اون چیست؟ اینکه سکوت بره‌ها که همیشه ازش به عنوان یکی از آثار برتر سینمای وحشت جهان و تاریخ یاد میشه، از همون ابتدا به واسطه پیشگام بودنش میراث فراوانی از خودش به جا گذاشت. غیر از این بحث شایبه ضد همجنسگرایی، هیچ نکته منفی در این فیلم شما پیدا نمی‌کنی، نه از طرف منتقدان و نه از طرف مخاطبان سینما. اما میراث سکوت بره‌ها چیست؟ بعد از اکران این فیلم یک موج جدی ایجاد شد. فیلم‌هایی در تاریخ سینما ساخته شد دقیقاً بعد از سکوت بره‌ها و در واقع موج رو آغاز کرد سکوت بره‌ها، که داستانشون و محوریت داستانشون بر اساس یک زن قهرمان بود. مثال بزنم، فیلم فارگو ساخته شد، برادران کوئن ساختنش. چی بود داستان؟ کل داستان حول محور یک قهرمان زن بود. این روند میراث سکوت بره‌ها رو حتی امروز هم که داریم با هم صحبت می‌کنیم دیده میشه. در سال در سراسر جهان تعداد زیادی فیلم داره تولید میشه که محوریتشون یک قهرمان زنه. این حالا یه بحث. یک میراث دیگه هم داره سکوت بره‌ها. بعد از سکوت بره‌ها سالانه تا همین الان که با هم صحبت میکنیم فیلم‌های زیادی با تهمایه‌های روانشناختی ساخته شد و بین مردم و منتقدین محبوب شد. از این جنس فیلم‌ها مثال بزنم، آقای دیوید فینچر فیلم 7 رو ساخت، دیوید فینچر بزرگ، و باز هم توی اون فیلم ما داستان یک قاتل سریالی رو داریم میبینیم. اینها تأثیرات سکوت بره‌ها بود. تا همین الان و شما بشنو، تا زمانی که تاریخی نگاشته میشه و سینمایی وجود داره. سکوت بره‌ها بارها و بارها در لیست فیلم‌های برتر تاریخ سینما علل خصوص در ژانر وحشت دیده شده، از زمان ساختش تا همین لحظه که با هم صحبت می‌کنیم. سکوت بره‌ها فیلمی است که در جهان بیش از 273 میلیون دلار فروش داشته. شخصیت هانیبال لکتر در سکوت بره‌ها شخصیتی است که تا تاریخ سینما نگاشته میشه و سینمایی هست، از او به عنوان یکی از برترین شخصیت‌های شرور سینما یاد خواهد شد. سکوت بره‌ها فیلمی است که برای منتقدین و مخاطبان سینما، خصوصاً عشاق ژانر وحشت، تبدیل به یک معیار شد، معیاری برای مقایسه. این فیلم فیلمی است که بعد از گذشت 33 سال از زمان اکرانش تا همین لحظه که با هم صحبت می‌کنیم، نسل‌های مختلفی به تماشای آن نشستند، از آن الهام گرفتند، دوستش داشتند و آن را ستودند. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در سینما مورخ، سالم باشید و در صلح. شما رو به جادوی سینما میسپارم و میبینمتون.